واکسن ایرانی واقعا از امروز شروع شده به تزریق کردن یا تزریق شدن. اون هم اولین کسی که تزریق شد بهش واکسن ایرانی خانم طیبه مخبر بوده، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی آقای مخبر که از سال 1386 تا کنون رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هست. ایشون اولین کسی بود که واکسن ایرانی رو قبول کرده که تزریق بشه، و دومی هم دکتر علی عسکری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام بوده، و سومین هم حمیدرضا خلیلی مدیر عامل نفت پارس وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، همه از زیر دستان آقای مخبر. معمولا در کشورهای دیگر که واکسن ها رو می‌خواستن تزریق بکنن، بالاترین مقامات رو می آوردن، رؤسای جمهور و دیگران اولین تزریق ها رو انجام میدادن و بعد مردم عادی شروع میکردن. حتی در اسرائیل هم نتانیاهو اولین کسی بود که تزریق کرد واکسن کرونا رو، اما در ایران اینطور نبوده. اظهار نظرهای زیادی در مورد این تزریق شده. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که این واکسن امروز فاز یکی بالینی اون آغاز شده و اولین داوطلب تزریق هم خانم طیبه بود که من اشاره کردم، و گفته است هر وقت این واکسن تایید نهایی شود ظرفیت تولید انبوی آن هم آماده است، و گفته مهم تایید مراحل کارآزمایی بالینی است. و خود آقای سعید نمکی وزیر بهداشت هم گفته ما نخستین واکسن ساز آسیا بودیم و تجربه 100 ساله در این حوزه داریم. جالب، ایشون در مراسم تزریق هم حضور داشتند. و خانم مینو مهرز هم گفته به واکسن ایرانی ایمان داریم، و گفته نتایج آزمایشات به سازمان غذا و دارو اعلام خواهد شد. امیدواریم که واقعا موفقیت آمیز باشه و کسی آسیبی در اینجا نبینه. اما کلیات بودجه 1400 سرانجام تصویب شده. اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به کلیات این لایحه، لایحه بودجه 1400 رأی مثبت دادند. و در مورد راه آهن شمال جنوب که خیلی ها داستان ها داشته در طول تاریخش که در زمان رضا شاه تأسیس شده، امروز آقای علی اصغر مونسان گفته راه آهن شمال جنوب به طول 1400 کیلومتر که به عنوان بزرگترین پرونده میراثی یونسکو مطرح است در فهرست انتظار برای ثبت جهانی قرار میگیرد. خبر خوبی است. فیلتر بودن تلگرام آزاردهنده است برای همه مردم، برای ما خصوصا که کار رسانه‌ای داریم و مرتبا باید به تلگرام و سایت ها و جاهای دیگر مراجعه بکنیم. نمیدونم چرا فیلتر کردن این کار. اونچنان بوده که روزنامه جوان، روزنامه ارگان سپاه پاسداران، گفته بر اساس آمار تلگرام و واتساپ پرجمعیت ترین پیام رسانهای داخل ایران هستند. واتساپ با 47 میلیون 700 هزار نفر در صدر و تلگرام با 47 میلیون و 250 هزار کاربر با اختلاف کمی در جایگاه دوم قرار داده. و ایشون گفته تلگرام بیش از 2 سال است که در کشور فیلتر شده، ولی به نظر می رسد فیلترینگ تأثیری در استفاده از این پیام رسان در بین ایرانیان نداشته است. وقتی که فیلترینگ تأثیری نداشته، چرا فیلتر رو قطع نمی کنن؟ چرا روزنامه جوان فریاد نمی زنه که این فیلتر رو قطع بکنن و فقط مردم رو اذیت نکنن و نارضایی ها رو بیشتر نکنن؟ اما FATF اینطوری که سخنگوی دولت تکرار کرده امروز، گفته FATF مستقیم و غیر مستقیم بر تمام مبادلات مالی و تجاری ما تأثیر داره. اینو قبلا هم گفته بودیم و ایشون ابراز امیدواری کردن که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم منطقی اتخاذ بکنه. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته تمدید زمان بررسی FATF
کیف چراغ سبز ایران به دیپلماسی است. درست گفته این آقای فلاحت پیشه، این هم میتونه آغاز اقدامات بعدی باشه. اما FATF و دیگر موارد بازار ارز و طلای ما رو همچنان پر ابهام نگه میداره. امروز هم قیمت دلار 25750 تومان بوده و قیمت یورو 31200 تومان. کم و زیاد میشود اما اندک. قیمت هر قطعه سکه هم امروز 11710000 تومان در کف بازار بوده و قیمت جهانی طلا، هر اونس طلا در بازارهای جهانی اونگونه که دیجی گولد گزارش کرده امروز با 3 دلار افزایش به 1879 دلار رسیده و بر همین اساس دیجی گولد 18 عیار هم با افزایش روبرو شده، 11438 تومان قیمت گرفته. شاخص کل بورس امروز افت داشته، 25388 واحد. و یک خبر دیگر که برای افراد که به مد و لباس توجه دارن میتونه جالب باشه. پیر کاردن، یکی از طراحان به نام مد فرانسه ایتالیایی، چون در هر دو کشور تابعیت داره، در سن 98 سالگی درگذشته. او پیش از اینکه پیر کاردن رو تأسیس بکنه، برندش رو به ثبت برسونه، با برندهای دیگر مشغول به کار بوده و در دهه 1950 این کار را آغاز کرده. در دهه‌های 60 و 70 میلادی با طرح‌های آوانگارد و مدرن خودش صنعت مد رو در پاریس و در دنیا و در میلان متحول کرده. او همچنین به دلیل ثبت موفقیت آمیز برندش و شم تجاریش به چهره‌ای شناخته شده در صنعت مد مشهور هست. در هر صورت او هم درگذشته و رفته و دنیای مد یکی از شاخصه هاش رو، یکی از سوپر استارهاش رو از دست داده. اما برای طلب هایی که ایران از عراق داره، آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو به عراق رفته و با رئیس بانک مرکزی عراق وارد مذاکره شده تا روابط دو جانبه و همکاری در زمینه‌های مالی و پرداخت بدهی‌های عراق به ایران رو که حاصل فروش برق و گاز هست و مورد مذاکره قرار بدن. این موضوع موجب شده که رضا زندی که به خبرنگار حوزه انرژی شهرت داره توییت بکنه و بگوید که برای طلب 6 میلیارد دلاری عراق، ایشون رقم داده 6 میلیارد، ایشون گفته بهتر نبود اردکانیان نمی‌رفت و طرف عراقی بدهکار و خواهان گاز و برق به ایران می‌آمد. البته آقای زندی با این توییت‌ها و توییت‌های روزهای پیش نشون میده که به جایی که خبرنگار حوزه انرژی باشه، بیشتر تمایل داده که روابط عمومی وزارت نفت باشه. ایشون با این توییتش دلخوری خودشون رو از اینکه وزیر نیرو رفته به عراق و وزیر نفت نرفته، یعنی آقای زنگنه، نشون داده. و بعد به این علت که آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق هم گفته صادرات گاز و برق ایران به عراق ادامه داره و ایشون گفته مطالبه ما از عراق حدود 5.3 میلیارد دلار هست، نه 6 میلیارد دلاری که آقای زندی اعلام کرده. اما کوچکتر شدن سفره خانوارها در 17 استان منتشر شده. 61% استانهای کشور یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را به اندازه 44.8% بیشتر، گرانتر از آذر ماه سال گذشته خریداری می‌کنند. و همین موضوع شاید موجب بشه که اینطوری که مدیر رصدخانه مهاجرت ایران خبر داده، از فرار مغزها و مهاجرت نخبه ها و ورزشکاران به خارج از کشور به مهاجرت فراگیر و توده‌ای اشاره کرده. مهاجرت های پیشین دیگه داره از حالت انفرادی خارج میشه و
حالت توده‌ای یا دست جمعی رو میگیره. شاید همه اینها موجب شده باشه که اداره برآورد اجتماعی پلیس تهران اعلام بکنه میزان خودکشی در تهران افزایش زیادی داشته و به یک تهدید تبدیل شده است. این اداره گفته است زنان، دانشجویان و طبقات پایین جامعه در معرض خودکشی قرار گرفتند.